سلام به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، شیرین شمس هستم. برنامه پخش مستقیم جمعه 19 مرداد 1403 برابر با 9 آگوست 2024 رو ملاحظه می کنید. این برنامه هم اختصاص داره به فراخوان برگزاری تجمعات اعتراضی علیه اجرا و صدور احکام اعدام علیه جمهوری اسلامی و در تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی برای روزهای شنبه 10 و یک شنبه 11 آگوست در پی بیانیه مشترک 20 تشکل دانشجوی سراسر کشور و همچنین همراهی با بند زنان زندان اوین. فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی همچنین برای اقدامات میدانی و اعتراضی در داخل کشور علیه اعدام و تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی همزمان برای روزهای شنبه 20 و یک شنبه 21 مرداد. اما نگاهی میاندازیم به لیست کشورها و شهرهایی که تاکنون فراخوانهایی در آنها صادر شده. دانمارک، شهر آرهوس، آلمان، شهرهای هامبورگ، کلن، برلین، کاسل و فرانکفورت، سوئد، مالمو، گوتنبرگ و استکهلم، کانادا، کبک، تورنتو، اتاوا، ونکوور و مونترال، نیوزلند، کریسچرچ، استرالیا، سیدنی، فنلاند، تورکو، اتریش، وین، گراتس و همچنین در سوئیس، ژنو، آمریکا، واشنگتن، شیکاگو، در فرانسه، پاریس و اسپانیا، مادرید. البته این رو هم بگم که این لیست همچنان در حال تکمیل شدن هست. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. این رو اطلاع بدم که شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی هم برای اقدامات اعتراضی و میدانی فراخوان داده برای روزهای شنبه 20 و یک شنبه 21 مرداد 1403 همزمان با تجمعات خارج از کشور اقدامات اعتراضی در داخل ایران. و اما 20 تشکل و جمع دانشجوی سراسر کشور طی یک بیانیه مشترک از ایرانیان آزاده خارج کشور، از فعالین انقلاب زن، زندگی، آزادی، از احزاب و سازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواستند علیه صدور احکام برای دو زن زندانی سیاسی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی و چند زندانی دیگر، و همچنین علیه اتهامات بغی منتسب به دو زن زندانی سیاسی دیگر که در معرض صدور حکم اعدامند و دیگر زندانیان سیاسی، تجمع اعتراضی در روزهای شنبه 10 و یک شنبه 11 آگوست در سراسر دنیا برگزار کنند تا با پیشبرد سراسری اعتراضات فشار همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهیم. تعداد این تشکل ها 20 تشکل هست از سراسر کشور که ابراز نگرانی کردند از موج فزاینده اعدام ها و اینکه جمهوری اسلامی در تلاش هست که صدور احکام اعدام، اجرای اونها، اتهامات بغی رو عادی سازی بکنه و ما نباید اجازه بدیم این عادی سازی توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره. تشکل دانشجویان پیشرو، تشکل آزاداندیشان جندی شاپور، نهاد آزادی خواهان دانشگاه تهران شمال، انجمن دانشجویان آزادی خواه دانشگاه بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، تشکل خبرنامه خواجه نصیر، نهاد دانشجویان آزاد خراسان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، تشکل دانشجویی اندیشه دانشجویان تهران، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، آزاد شهر قدس، کردستان، فنی یزدان پناه کردستان، فنی دخترانه سنندج، شیراز، خوارزمی کرج، فنی مهاجر اصفهان از امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند. در همین رابطه تظاهرات سراسری در دنیا در پاسخ به بیانیه تشکل‌های دانشجویی و همچنین همراهی با بند زنان زندان اوین روزهای شنبه 10 و یک شنبه 11 آگوست برگزار خواهد شد. یا
بینندگان گرامی، اگر در شهر و کشور شما هم تجمعی برگزار میشه و در این لیست نبوده، حتما میتونید مشخصات شهر، محل و زمان برگزاری تجمعتون در روزهای شنبه 10 آگوست یا یک شنبه 11 آگوست رو برای تلویزیون کانال جدید ارسال کنید که ما تجمع شما رو هم پوشش بدیم. بار دیگه نگاهی میاندازیم به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی که طی فراخوانی از همه فعالان انقلاب زن، زندگی، آزادی به ویژه زنان، جوانان و نوجوانان انقلابی خواست تا روزهای شنبه 20 و 21 مرداد دست به اقدامات میدانی و اعتراضی علیه اتهامات بغی و صدور و اجرای احکام اعدام بزنند و گامی دیگر در پیشبرد انقلاب زن، زندگی، آزادی بردارند. اقداماتی از جمله سوزاندن و پاره کردن حجاب و طناب دار به صورت نمادین، پخش و نصب تراکت چاپی یا دستنویس، شعارنویسی روی اسکناس و سطوح مختلف شهر، گرافیتی از زنان مبارز محکوم به اعدام و سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، شعاردهی شبانه و پخش ترانه های انقلابی از پشت بام ها، پنجره خانه ها، در ماشین، مترو، اتوبوس، نصب بنر در سطوح مختلف شهر و رنگ پاشی رنگ قرمز بر نمادهای حکومتی، زدودن شهر از نمادهای حکومتی به روشهای مختلف، آتش زدن، پاره کردن بنر، تبلیغات و بیلبوردهای حکومتی، کثرت و تشدید حضور دست جمعی و اعتراضی و بدون حجاب زنان در مکانهای عمومی، گرامی داشت یاد و گلباران آرامگاه اعدام شدگان و دیگر کشته شدگان راه آزادی و همچنین دیگر پرفورمنس های اعتراضی فردی یا گروهی در سطح شهرها. در همین رابطه ببینیم شعار نویسی بسیار گسترده‌ای که در شهر تهران و اصفهان صورت گرفته و تصاویری از اون به دست تلویزیون کانال جدید رسیده. شعار نویسی هایی در سطح شهر و همچنین شعاردهی های شبانه با شعار مرگ بر خامنه‌ای بر پشت بام ها علیه اعدام رضا رسایی. میدون جنگه، از هر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، از هر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزداییه، وسط باز و حزب باده. هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست، سالها کنارت ایستادیم. ما نره خشم هزار بی صداییم، شورشی کم ریشه انقلابی داریم. عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، لور، فارسی، قشقایی، ما اتحاد رودهاییم.